پس رفت در احیای برجام پیشرفت در برنامه هسته ای دوگانه ای که یگان خروجیش این است تعمیق تنش میان جمهوری اسلامی و غرب تنشی که با اظهارات روز گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید وارد مرحله تازه ای شد uh, ما بر اراده قاطعمون مبنی بر این که ایران نباید به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره تاکید داریم و در این راستا اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد. برای ما این امر آزمونی اساسی است. ایران اکنون سلاح اتمی ندارد و هیچگاه هم نباید داشته باشد. البته در مرحله نخست راهکار سالیوان همان موضع همیشگی دولت بایدن بود. ما به ارسال پیامی واضح به ایران درباره هزینه ها و عواقب تندروی هاش ادامه میدیم. همزمان پیگیر دیپلماسی و گفتگو با ایران نیز خواهیم بود تا برنامه هسته ایش رو به عقب برونیم. از نظر ما دیپلماسی با ایران بهترین راه برای رسیدن به نتیجه است. اما اگر این بهترین راه جواب ندهد که تا کنون نیز جواب نداده آنگاه چه خواهد شد؟ پاسخ جیک سالیوان این بود به رسمیت شناختن آزادی عمل اسرائیل بزید. کشوری که وزیر دفاعش تنها یک روز پیش از اظهارات سالیوان با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته ایران گفته بود اشتباه نکنید ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود ایران تا کنون مواد غنی شده 20 درصدی و 60 درصدی را برای ساخت پنج بمب هسته ای به دست آورده است در واکنش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت این سخنان یعنی اینکه مسئول همه اقدامات اسرائیل علیه افراد و تأسیسات اتمی ایران تا کنون آمریکا بوده و خواهد بود و طبعا باید تبعاتش را بپذیرد از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز بریتانیا آلمان و فرانسه نیز سال گذشته به جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که غنیسازی اورانیوم در حد ساخت سلاح اتمی انجام دهد، آنها فرایند بازگرداندن تحریم سازمان ملل را به کار خواهند انداخت. فرایندی که به مکانیزم ماشه معروف است. آید. به نظر می رسد، تصمیم اروپا و آمریکا بر این شده که در خصوص تسلیحات اتمی ایران، هر گونه تهدید یا اقدام نظامی را به اسرائیل واگذار کنند. تنها کشوری که سران جمهوری اسلامی تهدیداتش را به حساب میآورند محسن ایزدی لندن